بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به برنامه راز خوش اومدید. این برنامه خاصی خواهد بود و مهمان بسیار عزیزی داریم که خیلی خوشحالم که در استودیو هستش. جناب آقای ابراهیم حاتمی‌کیا، خیلی خوش اومدید. ابراهیم، خیلی لطف کردین با فیلم گزارش یک جشن، که فیلم کاملا متفاوت بود و خیلی بحث برانگیز. خسته نباشید. بدون اولین سوالی که می‌خواستم بکنم، این ایده این فیلم از کجا آمد؟ یعنی از یک واقعیتی بود یا خودتون شهود کرده بودید موضوع رو، و یعنی از کجا جرقه خورد؟ شاید بله. من حقیقتش طبق روالی که همیشه برای فیلم هم دارم، تحقیقه. دلم می‌خواست در باب ازدواج و جوان کار کنم. و فکر کردم کجا مرکز این بحث میتونه باشه. یه جایی بود بگم سالونای ازدواج، سالونای عروسیه. میتونستم فکر کنم که محضرهایی که چیه، اون جایی هست که محضر چی بهش میگیم، به اینایی جایی که دفاتر عقد این هاست، میتونه به نوعی مرکزی باشه برای این بحث. چند جا رو هی تحقیق کردم، اینا آخر خوردم به اینکه جایی هست به اسم مثلا مؤسسه‌های ازدواج که اونجا مشاوره میدن و خیلی وقتا هم ازدواج صورت میگیره. و با دیده خیلی بدبینانه هم رفتم که آقا این همچین چیزهایی اصلا معنی نداره، امکان داره اصلا چیز همچین مطلوبی نباشه. و دیدم نه، خیلی با دقته. اون جاهایی که من رفتم، یه جاهایی هم بود. چند جا رفتیم؟ بله، نه چند جا رفتم. چجوری شهود کردید؟ یعنی نشستی نگاه کردید؟ نشستم ببینم چجوری میان چجوری میرن اصلا. اینکه یعنی چی که کسی اینجا ثبت نام میکنه داوطلب میشه برای ازدواج؟ اصلا مگه میشه همچین شکلی ازدواج؟ بعد چجور افرادی هن؟ چجور تیپی هن؟ حتما خانومایی که اونجا میان، حتما خانومایی که بس سنشون بالا بوده باشه. بطور نه، اصلا این خبرانی حتی لحاظ جمال و چهره و اینها فکر میگم شاید مثلا یه ذره ممکنه مشکلاتی باشه روی بعضی چیزا، حتما دلیل دارن میان همچین چایی. دیدم نه خیر، اصلا انواع تیپ ها از دکتر بگیر تا رده های پایین تر، بچه هایی مثلا دانشجوان و به خصوص که رده دانشجو رشته مثلا توی لیسانس بیشترین نفرات رو داشت، چه تو پسرها چه تو دخترها. این از کی را افتاده؟ مراکزیه که بعضیشون ریشه هاشون مثلا اون که من باش بیشتر ارتباط داشتم 10 سال بود که ریشه داشت، یعنی ریشهش از دانشگاه هم گرفته بود. کسی که اونجا رو میچرخون اتفاقا یه روحانی بود که قبلا دانشگاه بود و بعد احساس کرده بود که همچین چیزی احتیاج جامعه است و دیگه اومده بود بیرون این کار کرده بود. این مبنای کار من بود، مبنای تحقیقات که ولی خب هی میگشتم ببینم من کجا واسطادم، چی باید بگم، درامش کجا بودی؟ بله، حالا حرفم همینه. یعنی تقریبا این که دارم به تو میگم چه حدود 3 سال پیشه. از 3 سال پیش شروع شد و هی این که پیم بودم که اون نقطه این که اینجا چه میگذره و اون درامی که داره به من چه ارتباطی داره. برای هر میتونه پر از درام باشه، پر از نکته های قشنگ باشه، ولی من کجا واسطادم؟ این که میگم من کجا واسطادم باعث شد که 4 بار فیلم نامه نوشته بشه و هی بگم نه. یعنی سومی شد دیگه گفتم نه، چهارمی شد دیگه خودم دست گرفت. من کسی دیگه نوشته بود؟ بله، 3 نفر از عزیزان اومدن و اسمشون تو تیتراژ هست، زحمت کشیدن. نوشتن یه قصه نوشتن، نوشته شد با مشخصاتی. بعد من میدونم که نه، هدفتون ازدواج بود. ازدواج و جوان و احتیاج. این به این بودم که اینم چه نقطه ای میتونم نارو گیر بیارم. آخرین شد که دیگه دیدم نه، نمیتونم. فیلمنامه هایی که به دستم نوشته شده بود و من نمیپسندم، خیلی اون چیزی نیست که من خودم جای خودم رو پیدا کنم. تا این گزارش یک جشن که البته اسم اولش بانوی یک شهر بود، بعد عوض کردمش، دیدم نه اصلا درباره بانو نیست، درباره یه چیز کلی تریه که من بعد از اون حرف بزنم. شد که فیلم گزارش یک جشن. خودم یه بار نوشتم، جالبه برای نوشتنش حقیقتش یک مدت اصلا از تهران جدا شدم. یعنی دیدم بعد جوری باید حتما اینو من بسازم و بعد جای گیر کردم که اصرار دارم هر طوری هست اتفاق درست رخ بده. رفتم یه گوشه این از یه ماهی موندم و نتیجه اون فیلم نامه شد که حاصلش همین فیلم گزارشه. ولی خب در طی فیلم برداری هم تغییرات معمولی من میدم. سوال بعد این که یعنی این موضوع چقدر متفاوته با موضوع دیگه شما کار کردید؟ یعنی مثلا یک تفاوت ماهوی داره، خیلی
خیلی متفاوته. بله. میره توی فضای دیگه. چه مقدار این تناسب داشت با زمان، یعنی چه نسبتی به این زمان داشت؟ درسته. سوال خیلی سختیه. جوابش هم به این راحتی من نمیتونم بدم. یعنی واقعیت اینه که توقعی که از مخاطبین هست که از من دارن تعقیب کردم، نسلی که میتونم بگم جوان بوده، نوجوان بوده با من اومده، بعضی وقتا این فیلم های اخیر من یک کمی جا خوردن نسبت بهش، واکنش نشون دادن، توقع دارن از یه جنسی حرف بزنم که قدیم حرف میزدم چهار چهار پنج سال پیش. ولی من خودم پی اینم که جای خودم رو پیدا بکنم توی شهر. پیدا کردن اینم کار سختی، مثل تریلی میمونه که توی کوچه تنگی بخوای بپیچی، خیلی سخت میکنن. میفهمم که این یک ریسکه، ولی به حسب همون عادتی که معمولا فیلم هایی که ساختم باید یک منظر تازه رو باز بکنم تو اون جایگاهی که دارم طرح میکنم، اصرار داشتم که وارد این حوزه های اجتماعی که هیچ نسبتی با اون دوران چیزایی که قبلا ساختن نداره، ولی جایگاه خودم رو از زاویه یک نسلی که با این انقلاب شکل گرفته، با این فضا عمری گذرونده و الان دیگه تو میان سالیه، به این موضوع نگاه بکنم. فکر میکردم جوان مسئله مهمه این جامعه هست، باید ازش حرف بزنم. کشوری که انقدر جوونه، انقدر بحث هست، جوان‌ترین کشور دنیا. ندیدن اینها یکم ظلم بود، یا بگم به یه نوعی خودخواهی من تعبیر می شد، یا یه جور محافظه‌کاریم تعبیر می شد. ورود به این حوزه خطرناک هست برای منی که شکل گرفته است، برای مخاطبین، نوع فیلم سازی، نوع نگاه هم. اصلا در دورانی هستیم که آرمانی حرف زدن یه ذره به نظر میاد که اصلا آدم انگار خارج و مثل موسیقی خارج زدنه، از کوک خارج شدن. سخت میکنه، در حالی که میزانسنایی که من معمولا میشناسم، موقعیت‌هایی که میشناسم، اصلا وقتی اون پوزیشنی، اون موقعیت پیدا میشه، تازه جای نفس، جای حرف زدن پیدا میکنم. پس من باید گفتم باید این کارو بکنم. نه این فیلم رو، فیلم قبلی هم دعوت بازم از این جنس بود، با اینکه خیلی هم به اصطلاح منتقدین خیلی خوششون نیومد، ولی مردم خیلی اومدن و خیلی فیلم رو دیدن و عجیب بود که خیلی هم پسندیدن. ولی خب بعضی هایی که بازم نسلی که با من همراه شده بود با فیلم های قبلی من، با دعوت هم مقاومت داشت، یعنی گفت تو چرا میری تو این سراغ این سوژه ها، این مال دیگران باشه، سهم دیگران، در حالی که من یه فکر میکنم باید وارد این بحثا بشم، این چرخش رو باید انجام بدم. اون تا گزارش یک جشن دیگه با فضا و تحولات و شرایط های جدیدی هم که رخ داده بود، من دیگه مصر بودم هر جوری هست این بحث رو مطرح بکنم که شد گزارش شد. حالا جلو من چون کار رو دو بار دیدم و بار دوم، این بار اول که دیدم یک تأثیر اون داشت که مخالف اون چیزی بود که میگفتن، اونی که میگفتن حسام این نبود. وقتی دیدم، دوباره دیدم، اصلا اون مفاهیم شروع شد جا افتادن. این برای این از پلان اول که اون دو تا شخصیت رو شما میبینید که اون بانو با دو شخصیت معرفی میشه، با برخوردش و اون آرمانش و نگاهش و افقش، اینها از همون پلان اول مثل اینکه فیلمو دارم حالا درست میبینم. یه بار باید کوک میشدم، یعنی باید میمادیم مثلا رو پرده بودیم، باید نیم پرده میشدیم، یا نیم پرده بودیم باید رو پرده میشدیم، بعد حالا که کوک شد، سازا کوک شد، میتونستم کار رو درست ببینم. و بعد یعنی بیشتر اون مفاهیم شما دنبالش میگشته، به خصوص اون سکانس آخر که یک سکانس واقعا انقلابیه، یعنی یک روح در واقع به هم ریخته است و یک توی فضای دیگه وارد میشه و کار رو بالانس میکنه، یعنی کار رو اونجا بود که کار جا افتاد، مثل اینکه با دوبار این کار رو دید. تو دفعه اول انسان میرزه به هم، خب این کار چه نسبتی با رنگ ارغوان داره، چه نسبتی با اون داره، ولی تو دفعه دوم متوجه میشه که اصلا تو یه حوزه دیگه‌ای هستیم که داریم یه بخشی از زمان خودمون رو معرفی می‌کنیم، جامعه خودمون داریم معرفی می‌کنیم، کار جدیه، کاملا جدیه، هیچیش برای سرگرم کردن نیست، هیچیش برای به اصطلاح برای نه یه حرفی می‌خواد گفته بشه. دیگران اینو به شما گفتن؟ بله بله. و نه فقط این فیلم، من به گواه مخاطبینی که فیلم‌های من رو بارها و بارها دیدن از زاویه اونا می‌خوام بگم، من راستش نمی‌دونم
چجوری فیلم میسازم، چجوری رو فیلم نامه کار میکنم که معمولا لایه به لایه با دیدن بارهای دیگر اتفاقای تازه برای فرد میفته. نمیگم که دوچاره تناقض میشه، دفعه اول یه چیزی میده، دفعه دوم یه چیز دیگه. همین در تو فیلم گزارش یه چند نفر بودن که اهل نظر هم هستن تو حوزه سینما، کاملا این احساس شما رو داشتن که دفعه اول دیدیم با یه حیرتی دیدیم و توی یه فضایی بودیم که داشت فیلم میخواست، این با یک استرابی حتی داشتیم فیلم رو نگاه میکردیم که این چه زبانیست که فلانی انتخاب کرده. دفعه دوم که دیگه این استراب از ما برداشته شد، داشتیم فیلم رو طبیعی نگاش میکردیم. این هم جزء اون آفات شهرت منه دیگه، هیچ کارش هم نمیشه که. یعنی چه دوست چه دشمن، چه اون خیرخواه هم چه بدخواه هم، همه توجه دارن به این که دارم چی میسازم. به شدت زیر ذره بینم. من فیلم هایی که میزنم و بعد که میای بیرون تازه باید فکر کنی. عادت به این روش دارم. من فیلم هایی که از سینما خارج میشه تازه شروع میشه اون چیزی که کاشتم هی با تو درگیر میشه. حتی علیه من، علیه فیلم هم عمل بکنه باز هم چیزه. اون تو واکنش هایی که متاسفانه از این قلم های یک کمی جوان که یه ذره عجول هم هستن، شاید هم از سر یه دلخوری، از سر عشق و محبت به منم باشه، عجله میکنن و فیلم مثل به نظر من گزارش فیلم یه بار دیدن نی، فیلم عمیق شدن به یه چیزهاییست که باید یه ذره باید اون تنش ها بخوابه تا اتفاق بیفته. یعنی تو فشار زمان نبودین تو فیلم برداری، یعنی خود هم که رسوندن به جشنواره بعد برشون مشکل نبود؟ ابدا. من هیچ اصلا با تو معنی نبود این کاملن. اینش خوب بود، این خیلی خوب. هیچ وقت من چون این شایی بود که تو فشار بودین عجله بود می‌کردید. ببینید عزیز من، من فیلم رو 64 جلسه فیلم برداری کردم. یعنی یک فیلم برداری مطلوب برای یه فیلم من این کارو کردم. برای وقت مونتاژش کاملا وقت گذاشتم، کاملا با دقت، تو صدا گذاری همینطور. ابدا مثلا من بلد این نیستم که بخوام با عجله و عجولانه رو بسازم بعد پشیمان شم که چرا همچی کاری کردم. یه چیزی که این که فیلم خیلی حساس میکنه، زمانی است که یک زمان ملتهبی بود به لحاظ سیاسی یک دو سال اخیر تو کشور ایران و تو این فیلم هم تنه میزنه مسائل جدی. یعنی اول هم که از همون اول در واقع نظامی ها میان تو صحنه دیده میشه، پلیس دیده میشه، اون میاد مثلا شخصیت های پلیس شخصیت محوری هستش که اتفاقا خوب هم نشون دادی، یعنی آدم های محترمی هستن. خدا پدرت بیامرز. بله، من در حقیقت هر سه شخصیت محترمن و آدم بهشون یه جوری مثل قهرمان هم علاقه داره که یه عمقی دارن همشون. این جالب بود. ولی خب از اول شما میرین به طرف این موضوع، یعنی عمدن میرین به طرف یک چیزی که خود به خود تنهزاست. بعد تو اون اوجش هم که اینو مجبور میشن بیان تو خیابون، یعنی اونجا بود لاکومور بشه بریزن تو خیابون، اونجا هم این صحنه است که اصلا مثل با موبایل گرفتید. یادم یادآوره اون صحنه های تند یک دو سال اخیر هستش که اصلا میدیوم کارتون از 35 میشه ویدیو و موبایل و اینها. یعنی عمدن میره به طرف چیزی که سر مرزه، درست لبه تیغه. من ندیدم کسی دیگه این ریسکو بکنه که بیاد مثلا از کنارش، یعنی باز برسونه مقصد. Let's see.